سر امضای قراردادها خشک نشده فریاد منتقدان بلند شد. اعتراض مخالفان روحانی به امضای قراردادهای تجاری در اروپا. ایالت آیووا اولین ایستگاه نامزدهای آمریکایی، تد کروز جمهوری خواه و هیلاری کلینتون دموکرات پیروز خانه اول. و صفحه پرطرفدار در فیسبوک که در افغانستان مروج آیین همزیستی است. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کمتر از یک هفته بعد از سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه، صدای مخالفانش نسبت به قراردادهای میلیارد دلاری بلند شده. بعضی اولویت‌های دولت را در عقد قراردادهای تجاری خارجی زیر سوال بردند و بعضی مفاد قراردادها را. قراردادهای ایرباس و پژو در مرکز این انتقادها هستند. ایران برای خرید 118 هواپیمای ایرباس و تولید مشترک پژو با فرانسه قرارداد امضا کرد. امیر پایور گزارش می‌دهد. کمتر از دو هفته بعد از برداشتن تحریم‌ها، رئیس جمهوری ایران هیئت بزرگی از سیاستگزاران اقتصادی دولت و فعالان بخش خصوصی را به اروپا برد. حسن روحانی می‌خواهد میوه رفع تحریم را با احیای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بچیند. اما مخالفانش از این سفر تعبیر دیگری دارند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج سفر فرانسه و ایتالیا را خنجری بر پیکر اقتصاد به اصطلاح مقاومتی خواند و گفت ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد می‌کند. در سفر این هیئت دولتی و بخش خصوصی بالغ بر 30 قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش تقریبی 45 میلیارد دلار امضا شد. در حوزه‌های حمل و نقل هوایی، خودروسازی، کشتی‌سازی، راه آهن، صنایع فولاد، صنایع معدنی، صنایع دارویی و بخش‌های بسیار دیگر. از جمله قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای جدید ایرباس که قرار است ناوگان هوایی ایران را کاملاً متحول کند. 12 فروند از این هواپیماها ایرباس 380 بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان است که در مسیرهای طولانی کاربرد دارد. مسعود میرکاظمی نماینده مجلس و وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد میگوید خرید هواپیما کار خوبی است، ولی آیا اولویت کشور خرید هواپیماست؟ آن هم در شرایطی که گاهی یک واحد صنعتی برای 1 میلیون دلار یا 1 میلیارد تومان گیر است. رسانه های منتقد دولت میگویند این هواپیماها قرار است به 1% جمعیت خدمات بدهند که به گفته این رسانه ها در آرزوی پرواز مستقیم به آمریکا هستند. منتقدان دولت تیغ انتقاد را روی قرارداد دیگری هم گذاشتند. قرارداد تولید مشترک ایران خودرو با پژو. منتقدان میگویند مدل های مورد نظر برای تولید قدیمی هستند و پژو باید در درجه اول برای خروجش از ایران در زمان تحریم‌ها غرامت بپردازد. نماینده عالی بخش خصوصی که 80 نفر از همقطارانش را همراه داشت، خطاب به سیاستمداران چنین گفت: آقای رئیس جمهور، آقای نخست وزیر، شما سیاست‌گذاری کنید، موانع را بردارید، امور را تسهیل کنید. بنگاه‌های ما قرارداد امضا می‌کنند، پروژه تعریف می‌کنند و حجم رابطه اقتصادی را ارتقا می‌دهند. با صدای مخالفتی که از طرف منتقدان دولت بلند شده، شاید آرزوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به سختی محقق شود. امیر پایور، بی بی سی. یک قرن از تصویب قانون سربازگیری در ایران می‌گذرد. 9 آبان 1294 بود که این قانون تصویب شد و یک دهه بعد نظام وظیفه عمومی به وجود آمد. نظامی که بدنه نیروهای مسلح ایران را تا به امروز تأمین کرده. در این 100 سال مقررات سربازی اجباری تغییراتی کرده، ولی مدتش کم و بیش 2 سال مانده. بسیاری معتقدند نظام وظیفه دیگر کارایی ندارد و باید جایش را به یک ارتش حرفه‌ای بدهد. هرچند مقام‌های مسئول نظر دیگری دارند. مجید خیامدار گزارش می‌دهد. طبل بزرگ زیر پای چپ، ضرباهنگی آشنا برای سربازان. قانون سربازگیری 100 سال پیش در ایران تصویب شد. آن زمان از هر 10 مرد روستا یکی باید سربازی می‌رفت. خرجش را هم خودش یا اهالی روستا می‌دادند.
سربازگیری نوعی مالیات نظامی بود. قانون خدمت اجباری 10 سال بعد تصویب شد، اواخر سلطنت قاجار و زمان صدارت رضاخان سردار سپه. قانون جدید سنگ بنای ارتش مدرن را در ایران گذاشت. ساختار قومی نیروهای مسلح را در هم شکست و بیشتر از هر نهاد دیگری از بافت جمعیتی متنوع ایران مایه گرفت. به این ترتیب ارتش به عنوان نماد همبستگی ملی و ملی‌گرایی ایرانی مطرح شد. ما سربازان ایرانی که برای نگهداری میهن ارجمند در این سربازخانه گرد آمده ایم، با دلی پاک رو به درگاه زده توانا آورده و از آستان او خواستاریم. در چارچوب برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی محمد رضا شاه پهلوی موسوم به انقلاب سفید، بعضی از مشمولان خدمت سربازی برای مقاصد غیر نظامی به کار گرفته شدند. تحصیل کرده های دیپلمه و دانشگاهی، زن و مرد به روستاها اعزام شدند. برای گسترش سوادآموزی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش کشاورزی. سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی، حماسه آفرینان انقلاب ایران، نور دانش و فروغ بهداشت و زندگی بهتر را به روستاها به ارمغان بردند. طبق قانون خدمت نظام وظیفه در ایران 30 سال است که 2 سالش خدمت دوره ضرورت است و باقی مانده دوره های احتیاط و ذخیره. البته مدت خدمت ضرورت در دوره ها و شرایط مختلف کم و زیاد شده. زمان جنگ با عراق به 28 ماه هم رسید. حالا برای کسانی که در مناطق ناامن خدمت می کنند 18 ماه است. در مناطق بد آب و هوا 19 ماه و در مناطق عادی 21 ماه. این دوره را بسیاری اتلاف وقت می دانند. نوشتم نامه ای در برگ خورما، نازی هم دم من، چطور طاقت بیارم 21 ماه، نازی هم دم من. از آن طرف همواره بعضی گفتند که خدمت سربازی فرصتی برای ساختن مردان برای زندگی است. به سرباز مردانگی را آموزش می دیم. به سرباز احترام به بزرگتر را آموزش می دیم. به سرباز رعایت سلسله مراتب را آموزش می دیم. ما به سرباز میگیم که از خانواده چگونه میتوانه دور زندگی بکنه. از گذشته های دور تا امروز در تبلیغات رسمی سربازی را خدمت مقدس نامیدند که برای دفاع از وطن و تأمین امنیت عمومی ضرورت دارد. ولی بسیاری معتقدند که هزینه های فرصت از دست رفته در این 2 سال زیاد است و جوانان مخصوصا تحصیل کرده ها 2 سالی را که می توانستند صرف کسب و کار کنند از دست می دهند. اون نوع از پیوند و همبستگی که من رو با کل هماهنگ بکنه، پیوند بده و من احساس کنم یک چیزی برای کل دارم برمی دارم و این کل بعداً به من برخواهد گردوند، این خدمت به اصطلاح مقدس رو وجود نداره. بنابراین اون نوع از تمایل به مقدس دونستن یک امر عمومی یا یک خیر عمومی هم در سربازی وجود نداره، به دلیل فقدان یا ضعف پیوندهای اجتماعی در جامعه کل که ما گاهی ازش به عنوان سرمایه اجتماعی یاد میکنیم. در حال حاضر بسیاری از کشورها خدمت سربازی اجباری دارند. آنهایی که در این نقشه با سبز پررنگ مشخص شدند. سبز کمرنگ نشانگر کشورهایی است که خدمت اجباری ندارند. بعضی کشورها هم لغو آن را بررسی میکنند. منتقدان میگویند بهتر است در ایران هم خدمت سربازی داوطلبانه شود، یعنی نیروهای نظامی و انتظامی به صورت حرفه‌ای درآیند. سرلشکر حسین حسنی سعدی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفته فرد 35 ساله به اندازه جوان 18 ساله جرأت جنگیدن ندارد، ضمن اینکه به گفته او تأمین بودجه ارتش حرفه‌ای برای ایران مقدور نیست. اما این نظرها مخالفان زیادی دارد. فوق‌العاده از نظر اقتصادی غیر صرفه‌جویانه است. تجربه‌هایی که در مثلا آمریکا انجام شده در سال 2007 نشون میده که اگر قرار باشه خدمت حرفه‌ای انجام بشه 4 میلیارد دلار بیشتر به نفع کشور هست تا خدمت اجباری سربازی. آماری از اینکه چند درصد مردم ایران از خدمت سربازی اجباری راضی‌اند یا ناراضی موجود نیست، ولی به گفته مقامات دست کم 1.5 میلیون نفر از مشمولان غایبند. بعضی سربازی را فرصتی برای خدمت و خودسازی می دانند و بعضی معتقدند بیهوده و فرصت سوز است. ولی معروف است که هر دو گروه از مردان زمان خدمت از سختی هایش می نالند و بعد از آن تا آخر عمر از خاطرات خوشش می گویند. دوباره تو بازی رفتن، خدمت سربازی رفتن.
مجید خیامدار، بی بی سی. داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اولین ایستگاه نتایج دور از انتظاری را رقم زدند. 15 داوطلب نامزدی دو حزب اصلی آمریکا که ماها تبلیغات و بیش از 100 میلیون دلار هزینه کرده بودند، در آیووا در انتخابات درون حزبی رقابت کردند. انتخابات درون حزبی باید در همه ایالت‌های آمریکا برگزار شود تا نامزد هر حزب برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود. بهمن کلباسی در گزارشش توضیح می‌دهد که چرا هر دو طرف غافلگیر شدند. بر اساس نظرسنجی‌ها قرار بود به مقام دوم برسند، اما سناتور تد کروز اهل تگزاس با شعار محافظه‌کاری شجاعانه و پافشاری بر باورهای مذهبی پیروز انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان در ایالت آیووا شد. God bless the great state of Iowa. دونالد ترامپ، سرمایه‌دار جنجالی که به مقام دوم رسید، هم چشم به ایالت‌های پس از آیووا دارد. بر اساس نظرسنجی ما در ایالت بعدی یعنی نیوهمپشایر 28% جلو هستیم. در کارولینای جنوبی هم همینطور. من عاشق هر دوی این ایالت ها هستم. مقام سوم به مارکو روبیو، سناتور از فلوریدا رسید که برخلاف آن دو کاندیدای دیگر مورد تایید ارکان قدرت حزب جمهوری خواه است. حزب دموکرات اما برخلاف جمهوری خواهان پیروزی نداشت. روش سنتی شمارش آرای این حزب در ایالت آیووا و تلاش‌های بیوقفه ستادهای دو کاندیدای اصلی برای جلب نظر مردم منجر به رقابتی بسیار نزدیک شد که حتی یک خانواده ایرانی آمریکایی را هم بی نصیب نگذاشت. من تا امروز نمیدونستم به کی رأی میدم، ولی امشب تصمیم گرفتم به هیلری کلینتون رأی بدم، چون ایده های خوبی داره و ایدهاش عملی تره و یکی اینی که زنه و طرفدار خانوماست و من از این ایدهش خیلی خوشم میاد و اینی که در آبان ماه انتخابات سراسریه یک کاندیدای قوی خواهد بود که جمهوری خواهانه که کاندیدای جمهوری خواه رو شکست بده. بنابراین من فکر میکنم امشب هیلری رأی منو داره. ولی من از امیاد شما موافق نیستی؟ من و مهناز با هم بحث زیادی روی مسئله داشتیم از قبل. من تصمیم گرفتم نهایتاً امروز با سندرز برم، چون سناتور ورمانت، چون سناتور سندرز با اینکه سنش بالاست انرژی بسیار خوبی داره. همینطور که اینجا نگاه میکنین میبینین جوونا رو میبینین، اینا همه به سندرز رای خواهند داد و سندرز 8 ماه پیش اصلاً کسی نمیشناخته، شانسی نداشت، ولی الان حدود 40-42% اومده بالا. رقابتی تنگاتنگ که با پایان شمارش آرای شرکت کنندگان گرد همایی های شبیه به این در سراسر ایالت به تساوی بی سابقه میان دو کاندیدا ختم شد. بر اساس قوانین حزب دموکرات، امتیازهای هر ایالت در چنین شرایطی به صورت مساوی تقسیم می شوند. نتیجه‌ای که از دید آقای ساندرز موفقیتی بزرگ است. 9 months ago we came to this beautiful state. وقتی 9 ماه پیش اینجا شروع به تبلیغات کردیم، نه امکانات مالی داشتیم، نه شهرت، نه ستاد انتخاباتی جدی، و تازه به مسافه قدرتمندترین نهاد سیاسی آمریکا هم رفتیم. منظورش از قدرتمندترین نهاد سیاسی آمریکا خانواده کلینتون است. مادر خانواده، وزیر خارجه سابق، هم از اینکه تاریخ شکستش در برابر باراک اوباما تکرار نشده است راضی بود. نتایج آرای ایالت آیووا آرایش نیروها را شفاف‌تر کرد. 3 جمهوری‌خواه و 2 دموکرات که در هفته‌های آینده ایالت به ایالت در برابر هم قرار خواهند گرفت تا نهایتاً هر حزب نامزد خود را انتخاب کند. بهمن کلباسی، بی بی سی، ایالت آیووا. ما
مخالفان موج مهاجران میگویند اغلب پناهجویان از جنگ نگریختند، بلکه مهاجران اقتصادی هستند. این تعریف برای پناهجویان ایرانی هم کاربرد دارد. همین حالا صدها پناهجوی ایرانی در جزایر و شهرهای یونان گرفتار شدند. با اجرای سیاستهای سختگیرانه مقدونیه، کار پناهجویان ایرانی برای رفتن به آلمان و شمال اروپا سخت‌تر شده. آنها به هر دری میزنند، از جمله جور کردن برگه عبور با عنوان پناهجویان افغان. فریبا صحرایی در گزارشش میگوید این برگه های عبور هم معمولا کاری از پیش نمیبرند و تنها هزینه های کلان روی دست پناهجویان میگذارند. چهره میدان ویکتوریا آتن عوض شده. جایی که تا همین چند ماه پیش گذرگاه پناهجویان افغان بود، حالا شده پاتوق پناهجویان گرفتار. از ایرانی گرفته تا مراکشی، پاکستانی و سایر ملیت‌هایی که اینجا در یونان دروازه ورود به اروپا به بن‌بست خوردند. خیلی‌ها با وجود سرمای زمستان هفته‌ها اینجا گرفتار شدند و همینجا زندگی می‌کنند. بازار برگه‌های هویت جعلی با ملیت جعلی اینجا داغ است. با بسته شدن مرزهای مقدونیه به روی پناهجویان ایرانی، خیلی‌ها حالا به هر دری می‌زنند تا از دژ محکم مقدونیه عبور کنند. ما وقتی که اومدیم توی مصر تو جزیره خیوس که بودیم، به ما برگه افغانی ندادن. بعد اومدیم سوار اتوبوس شدیم، برگه ما ایرانی بود، ما رو راه ندادن. مجبور شدیم که دنبال یه قاچاقبر پیدا کنیم که ما رو رد کنه. یه قاچاقبر پیدا کردیم، روز اول تو هتل بودیم، به ما یه آیدی کارت داد، نتونستیم ما اون بریم، یه برگه داد، نتونستیم ما اون بریم، پاس داد، نتونستیم ما اون بریم. بعد دیشب فهمیدیم که فرار کرده، پول ما هم خورده. 15 نفریم، 15 تا 1500 تا دادیم و رفته. حالا می‌خوایم چیکار کنیم؟ نمی‌دونیم. کاری نمی‌تونیم بکنیم. ما منتظریم ببینیم آیا می‌تونیم اون طرفو پیدا کنیم. اگه هم پیداش نکردیم، نمی‌دونیم واقعاً چیکار کنیم. نه راه برگشت داریم به ایران، نه راهی داریم که بریم جلو. اینجا هم نمی‌تونیم خودمون رو پناهنده کنیم، چون واقعاً یه کشوری که خودتون هم دیگه می‌دونید که برای پناهندگی خوب نیست. پناهجویان ایرانی اینجا و آنجا مشغول جور کردن برگند. برگه‌هایی با هویت افغان که برای هر نفر 300 تا 400 دلار آب می‌خورند. خیلی‌ها خود را به جای افغان‌ها جا می‌زنند. البته اکثراً با کمک قاچاقچیان. این قاچاقبرا کلاً اینجا پرن، هم ایرانی هم افغانی پرن، خیلی‌اند. بیشتر افغانی‌ها بیشتر از جنگل می‌زنن می‌برن. از جنگل هم خیلی خطرش زیاده. این ایرانی‌ها هم که برگه می‌زنن، قاچاقبرای ایرانی هم اینجایی که مثلا چند سال اینجا بودن زندگی می‌کنن، علیکی به اسم قاچاقبری برگه‌های فیک می‌زنن، اسکن می‌کنن میدن دست مردم. بیشتر میری اونجا، یعنی یارو قیافت می‌بینه، قایم قیافت می‌بینه، میگه ایرانی، ما فرام ایران، میگم نه افغان، یه ایران ایران، برو برگه، گو بک گو بک. دیدم یه دم مثلا با افغانی‌ها قاطی می‌شن میرن. مثلا یه دختر افغانی خانواده بوده، گفتم قول ازدواج بهش داده، گفتم میام مثلا ازدواج کنیم، بعد با هم دیگه رفتن، شدن با خانواده‌اش رفتن. یه زن افغان، مثلا یه زن ایرانی با پسر افغانی رفتن. اتوبوس‌های مقدونیه در دل شب مسافر می‌زنند. پناهجویان ایرانی یکی یکی از راه میرسند. خیلی‌ها در لباس و شکل و شمایل افغان‌ها. کسی اما حاضر به حرف زدن با ما نیست. عده‌ای مرد جوان اتوبوس را دوره کرده و اوضاع را زیر نظر دارند. یکی از افغان‌های ساکن شهر می‌گوید قاچاقچیان تقریباً هر روز همینجا ظاهر می‌شوند و مشتریان را راهی مرز می‌کنند. از شروع سیاست‌های سختگیرانه مقدونیه و غربالگری پناهجویان بیش از 2 ماه گذشته. وقتی درهای این گذرگاه اصلی پناهجویان به روی خیلی‌ها از جمله پناهجویان ایرانی بسته شد. برای صدها پناهجوی ایرانی یونان به برزخی طولانی تبدیل شده. پناهجویانی که می‌گویند نه راه پیش دارند و نه راه پس. فریبا صحرایی، بی بی سی. امسال سرطان جان بیش از 8 میلیون نفر را می‌گیرد. این در حالی است که 1/3 از شایع‌ترین انواع سرطان با رژیم غذایی سالم، ورزش و تغییر سبک زندگی قابل پیشگیری است. پنجشنبه گذشته روز جهانی سرطان بود. این روز به آنچه که هر کدام از ما برای جلوگیری از ابتلا به آن می‌توانیم انجام دهیم اختصاص داشت. آنایتا شمس پای صحبت بیماری نشسته که سال‌هاست با سرطان مبارزه می‌کند. داستان نسرین فانی را از زبان خودش بشنوید. من همیشه هر موقع بنشستم، همینجوری که نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم، اینجوری میکنم با خودم، همینجور مثلا خودت رو نوازش میکنی یا لمس میکنی یا ماساژ میدی، احساس کردم که یه قده اینجا دارم، ولی هیچ پیدا نبود، فقط دست میزدم میدیدم، احساسش میکردم. 8 سال پیش سرطان به سراغ نسرین آمد. سرطان سرکوما که بعدها به ششهای او هم سرایت کرد.
اما او تمام قد در برابر بارها جراحی و شیمی درمانی ایستاد. یه آمار هست میگن که تا سال 2020 از هر 4 نفر یه نفر سرطان میگیره یا از سرطان میمیره. من فکر کردم ما یه خانواده 4 نفری هستیم. فکر کردم که من تحمل نداشتم که بچه ها سرطان بگیرن. انارتم میدونم اون تحملش رو نداشت. منم تحمل مریضی اونو ندارم. فکر کردم همیشه هم به خانواده گفتم اگه تو این 4 نفر یه نفر خدا میخواست بگیره، نفر از شما 4 نفر باید سرطان میگرفتیم، من دستم رو بالا میکردم، میگفتم اوکی، من چون برای خودم راحت تره تحملش تو مال دیگر دوره وریامو بخوام تحمل کنم. پروفسور ایان جاتسون از ابتدای بیماری نسرین را تحت نظر داشته و با روحیات او کاملا آشناست. آدم‌ها به شکل‌های مختلف با سرطان مبارزه می‌کنند. سطح اعتماد به درمان و اضطراب در بیمار بسیار مهمه. نسرین کسی که از تمام جزئیات بیماریش در سطح بالایی خبر داره و می‌خواد در جریان همه چیز باشه، که این به نسرین برای کنترل بیماریش کمک می‌کنه. خود شما می‌تونید ببینید که من وضعم چطوره الان. چیز واقعاً بدن من اصلا رمق نداره. بدتر از هر چیز دیگه کنترل روی چیزت آروارت رو از دست میدی، لااقل این نوع شیمی درمانی که من میشم. اسهال خب خیلی شدید، حالت تهوع خیلی شدید، یعنی اینقدر تهوع که اصلا به قضا فکر نمی کنی. همیشه به خودم به صورت جوک میگم من میخواستم وزن از دست بدم، موفق نمیشدم، هرچی رژیم میگرفتم نمیشد. خدا گفت من یک کاری میکنم که تو وزن از دست بدی. کار کردن تمام وقت یکی از عوامل مهمی است که به نسرین کمک می‌کند تا بیماریش را تحمل کند. او از هر فرصتی برای سرگرم شدن و به سرطان فکر نکردن استفاده می‌کند. کارم واقعا کارم و دوستام و برنامه‌ای که خودم برای خودم می‌ذارم باعث میشه که من به زندگی فکر کنم، نه به مرگ. سپورت خانواده خب خیلی مهمه، یعنی یه جورایی که تمام مدت یادت نیارن که تو سرطان داری، این خیلی مهمه، چون خودت نمیخوای یادت باشه. دیگرانم خب هستن، خانواده هایی که مرتب عزاداری گرفتن برای مثلا کسی که تو خانوادهشون سرطانه، درسته که طرف هنوز زنده است. از روز اول به همه گفتم من ترحم نمیخوام، و اینقدر زیاد شده سرطان که آدم فکر میکنه که مثل اینکه تو بگی سرما خوردم. حالا متاسفانه اسمش بده، تا اسم سرطان بری مردم به اولین چیزی که فکر میکنن مرگه، و خب باید با این چیز کرد، با این مبارزه کرد. که خب لااقل من الان چند سال، الان 7 سال 8 سال دارم، هنوز زنده هم، هنوز هستم. آدم ها تا زنده هستند باید زنده بودنشان را در کنارشان جشن گرفت و زنده بودنشان را با آنها یادآوری کرد. آنایتا شمس، بی بی سی. در میان افغان‌ها این روزها شخصیت جالبی پیدا شده که مشهور است اما ناشناخته. قدوس شخصیتی است که در دنیای مجازی آیین صحیح همزیستی و آداب اجتماعی، فرهنگی و گاهی سیاسی را به مخاطبانش گوشزد می‌کند. خبرنگارمان کاوون خموش در کابل به جستجوی او رفته. صدای گرداننده صفحه قدوس به درخواست خودش عوض شده تا هویتش معلوم نشود. یک قلم و کاغذ، این کلاه زمستانی و یک لپتاپ. شخصیت مجازی با این دم و دستگاه اندک در کمتر از 10 روز در دل افغانها جا باز کرده. این قدوس است. قدوس در فیسبوک به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌پردازد و از مردم می‌خواهد مثل قدوس باشند. قدوس به دلیل حساسیتی که ایجاد کرده از یک نقطه پنهان تلسم شکنی می‌کند. کمی وقت گرفت که قدوس با ما اعتماد کرد. هر کسی میتونه که با همین شخصیت تخیلی فکر کرده یک دلیل نگری بکنه. پس ما نمیخوایم به این شخصیت یک جسم بدیم و میخوایم این به این حالت تخیلیش، به این حالتی که زیباش، به این حالت بانه. قدوس هم میخواهد مثل بل باشد. از صفحه بی لایک بل که 1 سال پیش شروع شده، حالا بیش از 1.5 میلیون لایک دارد، الگو گرفته. استاد بزرگوار گفته بودن که من در پانتون استاد هستم و من
اعتراف میکنم که کار شما میکنین بسیار زیاد آموزنده تر است از درسی که ما در صنف میتونم و بسیار برای ما جای افتخار. استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به شدت در حال پیشروی است. با بیش از 2,500,000 کاربر اینترنت و نزدیک به 20 میلیون خط تلفن همراه که اکثریت به اینترنت وصلند. اما از نظر این نهاد رسانه‌های دیجیتالی افغانستان همانقدر که تاثیرگذاری قدس بیشتر می‌شود، فشارها هم بر او بیشتر. همه از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی با مشکلات هر روز روبرو می‌شود و مشکل دارد و زبان مشترک شده قدس برای اینکه انمی مشکلات را بتوانند به صورت گروهی اینا بتوانند اصلاح کنند. روزی که ما برای مصاحبه رفتیم قدوس خوشحال بود از 60,000 کاربری که او را در فیسبوک لایک زده بودند. البته پیشنهادها، پیامها، انتقادها و تشویق هم زیاد است، مثل این کاربر که از مشکلات املایی صفحه انتقاد کرده. گردانندگان صفحه میگویند قدوس انتقاد پذیر است. قدوس در افغانستان نام طنزی است، اما اینجا آمده که با زبان و طنز و انتقاد به کاربران بگوید که چه کنند و چه نه. تمام موضوعاتی را که شما در صفحه میبینین از همی اتاق کوچک و دست همی کمپیوتر گذاشته میشه. سه نفر روی از این کار میکنن که اینجا نشستن و به من گفتن که قدوس خودش یک فرد رازدار است، منابع خود فاش نمیکنه و از من خواستن که مثل قدوس باشم. کاون خاموش، بی بی سی، اتاق کار قدوس. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.